صدا من رو دارید؟ خب مرسی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سه، در ادامه مطالب فصل گذشته که فصل سه بودیم، به صفحه راجب فیلم میخوایم صحبت کنیم. قبل از اینکه فیلم رو صحبت کنم، اگه سوالی از جلسه قبل دارید بفرمایید اول، که اون رو توضیح بدیم بعد ادامه بدیم. سوالی دارید بفرمایید. بلنگون تو رو میکروفون تو روشنه؟ صدا من رو دارید؟ سوالی ندارید؟ اوکی. خب اگه به این مسئله نگاه کنیم، یه مسئله هست که در تین حل این مسئله میخوام نحوه تعیین معادلات رو که برای فین به کار برده میشه بفرما. بله بفرما. توی رسم این مدارهای مقاومتی که برای در واقع مثلا شکلات و مسائل رسم میکنیم، اینها دقیقا از چه جایی باید شروع بشه؟ یعنی مثلا بعضی از مسائل رو من دیدم اون یه تیکش مثلا حالا برای کانداکشن و کانوکشن که کلا رسم میشه، یا مثلا برای تشعشع، ولی خب مثلا دیدم یه قسمتی رو مثلا بس نصب نمیکنه، یعنی مدار رو قرار نمیدن تو شکل. حالا میخوام بدونم تو رسم مقاومت ها این کجاست که ما مثلا نیازی نیست یه مقاومت بذاشت داشته باشیم؟ چشم، بذاری مسئله رو حل میکنم، برگردیم یه مسئله که در واقع مطلب شما رو روشن کنه، مسئله رو حل میکنیم و اونم توضیح میدم. ممنون. خواهش میکنم. خب پس اگه به این صفحه نگاه کنید، یه فین داریم، یه استوانه است، در واقع یه استوانه است که به یه صفحه متصل هست. طول صفحه و قطر، طول و قطر این میله مشخصه. میخوایم ببینیم وقتی که این میله به یه صفحه‌ای که دماش مشخصه متصل بشه و هوای اطراف این میله میله رو خنک کنه، چه میزان انتقال حرارت از این میله به هوا منتقل میشه. بنابراین این میله‌ای که در واقع اضافه شده به این صفحه‌ای که دماش با در اینجا 100 درجه سانتیگراد مشخص شده، در واقع باعث میشه که انتقالات رو افزایش بده. به چه میزان؟ به میزان سطح جانبی میله. چون اگه این میله نبود، به جای این میله اون سطح در واقع محل تماسش که یه دایره بود به قطر دیف، از اونجا فقط حرارت منتقل میشد. ولی حالا فرض کنیم میله که بهش متصل شده، میبینید که سطح میله به مراتب بزرگتر از سطح قاعده‌ای که میله قبلا بهش متصل نبود. پس بنابراین این چون در واقع یه سطح
نسبتاً بزرگیه یا در واقع سطح گسترش یافته است، از این بابت بهش میگیم فین. پس فین فقط کارش اینه که نرخ انتقال حرارت رو افزایش بده بدون اینکه در واقع درجه حرارت جسم یا هوا یا خواص چیزی رو ما تغییر بدیم. این راحت ترین در واقع راه ممکن برای افزایش انتقال حرارت. در مقابل این راه های دیگری هم وجود داره که اونا پرهزینه است که حالا بعداً در طی مسئله گفته میشه. حالا میخوایم مسئله رو بررسی کنیم. پس مشخصات مسئله طول و قطرش مشخصه، دمای هوا و ضریب جابجایی بین هوا و میله مشخصه، دمای دیوار یا صف یا محلی که این میله بهش متصله اونم مشخصه. میخوایم ببینیم با اتصال این میله به این صفحه یا به این جسم چه مقدار انتقال حرارت افزایش پیدا میکنه. این مسئله رو میخوایم بررسی. حالا من نحوه درایو کردن این مسئله رو توضیح میدم که هم نحوهش رو یاد بگیرید هم این مسئله رو ما بتونیم حل کنیم. نمیر به صفحه؟ نه، اگه بخواییم بریم خونه زدن؟ نیازه نیست که بگیم صفحه که ما اضافه کردیم. صفحه که اضافه کردیم نه، نوشته بودم قبلند. خب پس فرض میکنیم که این میله باشه با قطر دی و به این دیوار متصل شده، دمای دیوار هم تیزی رو هست و این میله هم که طولش ال هست و جهت حرکت حرارت هم در این جهت ایکسه. خب میایم یک بخشی از این میله رو به طول دلتای ایکس در نظر میگیریم. حالا معادله انرژی رو برای این قطعه از میله در نظر میگیریم. حرارتی که به صورت کانداکشن از داخل میله به این قسمت منتقل میشه میشه کیو ایکس. حرارتی که منتقل میشه به قسمت جلویی میله کیو در این مقطع ایکس به علاوه دلتا ایکس، چون تا اینجا که ایکس هست اینم بهش دلتا ایکس اضافه میشه، پس میشه کیو در ایکس. خب چون این میله گرمه پس یه حرارتی هم به بیرون منتقل میشه از تمام سطح جانبی این المان استوانی که محیطش اگه پی باشه که همون پی دی هست ضرب در طولش که دلتا ایکس این میشه سطح جانبی در ضریب انتقال حرارت H هست. فرض کردیم که ضریب انتقال حرارت بین هوا و محیط هم H اینفینیتی باشه. بفرمایید. خب پس ضریب انتقال جابجایی رو H اندیس اینفینیتی و دماش هم تی اینفینیتی است. حالا معادله انرژی که بنویسیم پس با فرض این که پس اسمشن فرضیات خب فرض میکنیم که حالت دائم یعنی معادله انرژی رو در حالت دائم در نظر بگیریم، پس میشه استیدی استیت. فرض دوم اینه که انتقالات رو یک بودی در نظر میگیم. وقتی یک بودی در نظر بگیم یعنی فقط توزیع دما یا تغییر دما فقط در جهت ایکس، دیگه در جهت آر شای تو این میله نخواهد بود.
پس وقتی یه بودیه فقط در x در نظر میگیم پس انتقالات میشه one dimensional conduction. فرض سوم هم فرض میکنیم خواصش مثل دانسیتش سی پی گرمای ویژه کانداکتیویتیش کا و غیره ثابت باشه چون در حالت کلی ممکنه این پارامترها به دما وابسته باشه و چون دما در طول تغییر میکنه پس این خواص هم ممکنه در طول تغییر کنه ولی اگه فرض کنیم ثابته پس بنابراین این خواص در طول این میله ثابت خواهد پس میشه فیزیکال پروپرتی are constant. حالا با این فرضیات میتونیم معادله انرژی رو برای این المان بنویسیم. حرارتی که از سمت چپ وارد میشه Q اندیس X. این حرارت باید به دو طریق منتقل بشه به بیرون. یک حرارتی که به صورت کانداکشن در ادامه جسم منتقل میشه X به علاوه دلتا X و حرارتی که از بدنه این المان استوانه به بیرون منتقل که میشه H اینفینیتی ضرب در مساحتش که P دلتا X سطح جانبی استوانه در چون فرض کردیم که انتقالات فقط یه بعدیه فقط در جهت R نیست پس تمام نقاط این میله در این راستای R یا در این راستای قائم همش T هست پس میشه T منهای T اینفینیتی حسن یه بودی یعنی این که توضیح دما در جهت R وجود نداره در جهت قائم یعنی و فقط در جهت X وجود داره خب حالا اگر این پارامتر رو به سمت X رو اولین جمله سمت چپ به سمت راست منتقل کنیم پس مساوی میشه با Q در X به علاوه دلتا X منهای Q X به علاوه HP دلتا X در T منهای T اینفینیتی مساوی با صفر. طرف اینو در کلش رو در دلتا X تقسیم میکنیم. خب اگه تقسیم کنیم تفاوت دو جمله اول به دلتا X وقتی که حد بگیریم از این کسر و دلتا X هم به سمت صفر میل بکنه پس تفاوت اختلاف بین این دوتا Q تقسیم بر دلتا X وقتی دلتا به سمت صفر میکنه یه همون تعریف ابتدایی مشتقه پس میشه روند Q به روند X تعریف مشتق خب جمله بعدی این دلتا X هم با این حذف میشه پس میشه به علاوه H در P در T منهای T اینفینیتی حالا اگر فرض کنیم قانون فوریه برای این جسم یا برای این میله صادق باشه پس به جای Q هم Q مساوی با منهای K کانداکتیویتی ضرب در سطح مقطع این میله A که در واقع همین سطح مقطعش میشه همین دیگه سطح مقطعش در تغییرات دما نسبت به جهتی که انتقالات رو فرض کردیم در جهت X پس اگر به جای Q این رابطه رو قرار بدیم پس میشه روند به روند X پرانتز منهای کا آ روند تی به روند ایکس به علاوه جمله بعدی پی در تی منهای تی انفینیتی مساوی با صفر حالا اینجا چون طبق سومین فرض کردیم خواص ثابته یعنی که تابع دما نیست پس بنابراین این کا هر دوش میتونه بیاد بیرون پس وقتی اومد بیرون طرفین هم به این کا تقسیم میکنیم به منهای کا تقسیم میکنیم پس نتیجه به این صورت در میاد روندوی تی به ایکس دو منهای اچ پی تقسیم بر کا آ در تی منهای تی اینفینیتی مساوی با صفر دقت کردید؟ حالا این معادله یه معادله چیه؟ Ordinary Differential Equation هست درسته؟ چرا Ordinaryه؟ به خاطر که فقط تابع یه دونه متغیر مستقل X خالیه دیگه نه Y داره نه X Z توشه نه زمانی توشه پس فقط یه متغیر مستقله
از این بابت بشیم اوردینری دیفرنشیال اکویشن. در ضمن اگه تی رو نگاه کنید که به عنوان تابع هست، تی رو که نگاه به صورت تابع هست، فقط توانش یکه، دیگه هیچ تی به صورت مشتق یا به صورت خودش در خود ضرب نشده، نه تو این جمله نه تو این جمله. پس بنابراین توان تی در تمام معادلات یکه. کاری نداریم به جلو که این داخل مشتق اون داخل مشتق نیست، به خود تی نگاه میکنیم. پس تی در تمام این معادله که به عنوان مجهول مسئله است یا به عنوان تابع مسئله است، توانش یکه، پس میشه خطی، پس میشه به علاوه لینیر. پس این معادله علاوه بر این که اوردینری هست، لینیر هم هست. سوم این که اگر دقت کنید غیر از تی یه پارامتر تی اینفینیتی که البته ثابته وجود داره، پس این نشون میده که معادله هم در واقع غیر همگنه، نان هوموجینیسه، نان هوموجینیس. به خاطر ای که این تی اینفینیتی وجود داره. از کجا تشخیص دادیم؟ راهش هم خیلی راحته. شما اگر تی رو که به عنوان تابع مجهولمون هست به جاش تبدیلش کنیم، یه مقدار ثابت ضرب در تی و جاگذاری کنیم، اگر سی از بین رفت این میشه همگن، ولی اگر از بین نرفت این میشه غیر همگن. الان اگر جاگذاری کنید این میشه سی تی، این میشه سی تی، اونم که تی اینفینیتی. طرفین به سی تقسیم کنیم که سی ثابته، سی این هست میشه، سی این هست میشه، سی این یاد اینجا. خب الان این معادله موقع که سی زیر اینفینیتیه جوابش فرق میکنه تا موقع که سی نباشه. پس از این بابت بهش میگیم نان همگن. پس این معادله در ضمن پس اوردینری هست، خطی هم هست، غیر همگن هم هست. یه خصوصیت دیگه داره، مشتقش درجه دو بزرگتری مشتق، پس میشه سکند اوردر، مشتقش از درجه دو پس یه سکند اوردری هم اینجا. پس این نحوه خوندن این معادله باید همه این اسامی رو شامل بشه که در واقع به طور صحیح این معادله خونده بشه. حالا ببینیم حلش چجوریه. خب چون غیر همگن است، پس تی جوابمون در واقع جواب همیشه برابره، جواب answer جواب مسئله همیشه تو اوردینری برابره با جواب همگن homogeneous به علاوه جواب نان homogeneous. وقتی غیر همگنه جواب شامل بخش همگن و بخش غیر همگنه، پس باید همگنش حساب کنیم و غیر همگنش هم حساب کنیم، بعد با هم جمع کنیم که بشه جواب مسئله. خب ولی اینجا میتونید ساده تری کار انجام بدید. شما اگر به جای این جمله، این جمله رو اسمشو تتا بذارید، میتونید مسئله این قسمتش حذف بشه دیگه، با جاگذاری با تعریف تتا که برابر با تی منهای تی اینفینیتی. پس من اگر این تعریف رو انجام بدم، اگر این تعریف انجام بدم دیگه لازم نیست، چون این از بین میره، پس فقط جواب همگن پیدا میشه با یه جاگذاری ساده. خب وقتی که دقت دارید که وقتی که اینو من اسمشو میذارم تتا، از این مشتق بگیرم، مشتق اول این برابر مشتق اول اینه، چون این صفره ثابت، مشتق دومش هم برابر مشتق دومه، پس این تبدیل میشه به مشتق دوم، روندوی تتا به ایکس دو منهای اینم. این کسرم برای سادگی فعلا که دیگه هی کسر ننویسیم، چهار تا حروف اچ و پی و کا و آ رو، اسمشو فعلا میذاریم ام به توان دو، برای سادگی، برای نحوه ساده نوشتن، اگر نه چیز کاری دیگه انجام نمیده این. پس میشه در واقع مشتق دوم منهای ام دو در تتا. حالا اگر اینو نگاه کنیم اوردینری هست، چون مثل قبل فرق نکرده،
لینیر هم هست مثل قبل حل نکرده، پس این دیگه نداره. پس تو وقتی این تغییر متغیر میدیم این دیگه نداره و سکن اردر هم هست. پس نامگذاری این با نامگذاری این فقط تو یکی در واقع اختلاف داشت، دیگه تو بقیه موارد مشترک بود. حالا میخوایم اینو حل کنیم. خب حلی براتون آشناست دیگه نه؟ یه جوابی من بدید بینم، یکیتون جواب بدید ساده است یا توضیح بیشتری بدم برای حلش. صدا منو دارید؟ اوکی. خب برای حل این، حل این ساده است دیگه. حل اینو تتا چون درجه دوه و مقدار تتای هم داره با عدد منفی، پس بنابراین جوابش به صورت سینوس و کوسینوس هیپربولیکه. ولی اگر این منفی مثبت بود جوابش به جای سینوس و کوسینوس هیپربولیک خود سینوس و کوسینوس بود. پس تتا مساوی با سی یک سینوس هیپربولیکه. این کسر این به جذرش گرفته میشه. پس به این خاطر اینجا ام دو نوشتیم که اینجا راحت دیگه جذرشو بنویسم. اگه نمیتونستم ام بنویسم بعد این میشد رادیکاله. برای که رادیکال دیگه ننویسیم اینو با ام دو نشون داد. پس دلیل ام دوش این بود. ضرب در ایکس و علاوه سی دو کوسینوس هیپربولیک ام ایکس. پس این میشه جواب. دیگه چون همگنم هست دیگه اینه نمیخواد. ولی تتا هم در واقع همین تیه منه. پس این تتا همون تیه منه تی اینفینیتی. خب اینو بهش میگیم جواب عمومی دیگه نه؟ چرا عمومیه؟ به خاطر که هنوز سی یک و سی دو حساب نشده. اگر سی یک و سی دو رو برای مسئله خاصی حساب کنیم اون موقع جوابش یونیک میشه که میشه جواب همین مسئله مورد نظر. پس ما باید راههایی رو پیدا کنیم که سی یک و سی دو پیدا بشه. خب چون سی یک و سی دو در ارتباط با ایکس و ایکس هم طول جسمه، پس در واقع سی یک و سی دو در ارتباط با موقعیت ایکس رو باید نگاه کنیم. چه موقعیت ایکس میتونیم به عنوان معلوم در نظر گرفته بشه تا از اون طریق بتونیم سی یک و سی دو رو حساب کنیم. خب یکی از موقعیت های ایکس در واقع در همین ابتدای موقعیت ایکس. پس در این موقعیت من میتونم ببینم تتا چقدره. مسئله به من گفته دماش تی زیروه. پس بنابراین در وقتی ایکس صفره، چون مبدر از اینجا در نظر گرفتیم، تتا میشه چی؟ تی زیرو منهای تی اینفینیتی. پس میشه تی زیرو منهای تی اینفینیتی که اسمشو حالا اینم میذاریم تتا زیرو. پس تتا زیرو که در واقع هست تی زیرو منهای تی، وقتی که ایکس صفره دیگه، چون در ابتدای دیگه فرض شده که این میله به این صفحه کاملا چی چسبیده باشه و هیچ فاصله فضایی بین این دو جسم نباشه. چون اگر فاصله باشه یا درزی داشته باشه این دوتا مقدار دما در این فین و این صفحه در محل تماسشون ممکنه یکی نباشه، یه مقدار با هم اختلاف داره. که فعلا فرض کنید کاملا به هم چسبیده و هیچ فضایی بین اونا وجود نداره. پس بنابراین دمای این میله در این محل برخورد همون تی زیروه که مناتی اینفینیتیه که میشه تی زیرو. وقتی کجا؟ ایکس صفره. پس توی معادله ایکس رو باید صفر قرار بدیم. ایکس رو که صفر قرار بدید این جمله به کل صفر میشه. پس مساوی میشه با این که صفره، این هم میشه سی دو کوسینوس هیپربولیک صفر هم که یکه، پس میشه سی دو. پس از اینجا سی دو پیدا میشه. دقت دارید؟ خب یه فرض دیگه باید بکنیم. موقعیت دیگری از ایکس رو در نظر بگیم. موقعیت دیگر ایکس همین انتهاشه تو این مقطع. یعنی بگیم وقتی که ایکس برابر با طول جسمه دمای این میله چه وضعیتی میتونه داشته باشه. خب سه تا حالت کلی امکانش هست. هر کدام که نگاه کردیم دیدیم که مسئله طوری توضیح میده که یکی از این شرایط رو داره، میتونیم اون شرط مرجو رو به کار ببریم. حالا من یکی یکی توضیح میدم. خب انتهای جسم یکیش اینه که همین معمولیه. خب بالاخره انتهای هم چی میشه؟ گرم میشه. این گرماش چجوری میده بیرون؟ به صورت کانوکشن بین این سطح قاعده انتهایی با هوا. پس یکی از شرایط مرزی
به این فرمه میگیم حرارتی که میاد به این انتها که مقدارش هست منهای کا در روند تی به روند ایکس در ایکس مساویس با ال ای باید به صورت کانوکشن بره بیرون. چرا بره بیرون؟ چون اگه نره بیرون اینجا هی گرم 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 و گرمتر میشه و حرارت بر میگرده به این طرف، چون این ور بیشتر میشه از پشتیش و خود غیر در واقع خلاف قانون اول یا قانون دومه. پس بنابراین حتما باید هر چیزی که وارد شد بره بیرون. دلیل دیگری که نمیتونه اینجا تلمبار بشه و نره بیرون اینه که اگه اینجا جمع بشه حرارتشون میره دیگه، حرارت باید منتقل بشه. اگه در اونجا نره بیرون چیکار میشه؟ پس دما این داره بالا میره و با زمان تغییر میکنه و این خلاف این فرض ماست. پس بنابراین حتما باید هر چیزی که بره اونور میره به قاعده، از قاعده باید بره بیرون طبق این شرط و همون فرض قبلی که کردم. پس این برابر با H H infinity ضرب در A در دما در انتها X مساوی با L منهای T infinity. پس این یه شرط. خب این از کجا تشخیص بدیم؟ خود مسئله رو که بخونید صورت میتونید از صورت مسئله استنباط کنید که این شرط داره یا نداره. خب یکی از شرط. حالت دوم اینه که ممکنه مسئله اصلا بگه آیق عمدی آیق کردیم، یعنی خودمون این جلوشو با یک فرض کن ماده آیق مثل پشم شیشه یا هر ماده آیق دیگه کاملا اون قاعده رو مسدود کردیم و حرارت بیرون دیگه نمیره. پس بنابراین اگه حرارت نخواد بیرون بره باید گرادیان دما در اونجا صفر باشه. هر موقع که حرارت باید استاپ کنه متوقف بشه راش اینه که یا سطح مقطعی صفر باشه مثل سر سوزن. سر سوزن که فرض کنید مقطعی صفره حرارت دیگه از انتهاش خارج نمیشه، یا اگه خارج بشه تقریبا صفر. خب که اونطوری نیست که، این قاعده داره، قاعدهش هم بزرگ اینه. یا اینکه اختلاف گرادیان دما صرف باشه. پس حالت دومش روند تی به روند ایکس در ایکس مساوی با ال ای بعد برابر صفر. اینه چه موقع به کار میبریم؟ وقتی استنباط بشه از صورت مسئله یا به طور صریح گفته بشه که انتهاش عایق کردیم، خوی فرض به کار میبریم به جای اولی. یا حالت سوم اینه که طول این خیلی فرض کنی زیاد باشه، طولش رو خیلی خیلی که در زیاد باشه چه اتفاقی میفته؟ اگه طول این خیلی زیاد بشه همینطوری بره جلو، انقدر زیاد بشه یواش یواش میبینیم دیگه انتهای دما در انتها دیگه تقریبا رسیده به تی انفینیتی، دیگه هیچ تغییری نمیکنه، یا اگه میکنه خیلی کمه. پس این هم میتونه شرط سوم باشه، تی وقتی که ال خیلی خیلی بزرگ بزرگه مساوی با تی انفینیتی باشه. پس میتونی یکی از این سه شرط رو به کار ببرید، فقط یکیش هم میتونی به کار ببرید، نمیتونی دو تاش به کار ببرید، بی‌معناست. یکیش حتما تو هر لحظه صادق. خب حالا برای سادگی که من مسئله رو سریع حل کنم این شرط رو به کار میبرم، این شرط رو به کار میبریم. خب پس این شرط رو من به کار میبرم برای کی؟ برای که سی یک رو حساب کنم. خب این شرط رو میدونم. خب همینطوری گفتم مشتق این تتا همون مشتق تیه، چون این صفر، این ثابت. پس این در واقع همون معادل میشه با، این همون معادله با روند تتا به روند ایکس در ایکس مساوی با ال. پس این شرط رو به کار میبریم. خب تتا چقدر میشه؟ پس این صفر دیگه، پس از این مشتق بگیرم مشتقش هم صفره، پس صفر مساوی میشه با سی یک کوسینوس سی یک ضرب در ام، سی یک ضرب در ام کوسینوس هیپربولیک ام ایکس هم که اله، به علاوه سی دو، سی دو هم که حساب کردیم تتا زیروه، تتا زیرو سی ضرب در ام
سینوس هیپربولیک ام ال و از اینجا سی یکم به دست میاد. سی یک و سی دو که پیدا شد تو اینجا و اینجا قرار بدیم، پس این توزیع دما بر حسب ایکس همون چیزی که دنبالش بودیم در میاد. خب حالا من اگر این شکل رو رسم بکنم، حالا اگر این شکل رو رسم بکنم، خب اینجا تتا هست که مساوی است با تی زیرو منهای تی اینفینیتی، ببخشید تی اینجا هم ایکسه، از صفر رسمش میگونیم تا اینم طول فرض کن ال. خب شکلی که پیدا کردیم معادلمون چی بود؟ سی یک بود، سی نوس هیپربولیک ام ایکس و علاوه سی دو هم که تلتا زیرو بود کوسینوس هیپربولیک ام ایکس. این باید رسم کنیم. خب در ابتدا میدونیم وقتی ایکس صفره تی تی زیروه، پس این میشه فرض کن اینجا میشه تتا زیرو مساویست با تی زیرو منهای تی اینفینیتی، چون در ایکس مساوی با صفر تی برابر همون دمای دیواره است که تی زیرو، پس میشه به انتها هم که میرسیم فرض کردیم عایقه، پس در اینجا باید عایق باشه. یعنی چی؟ یعنی شیب نداشته باشه. پس منحنی هم میدونیم که دما هم در حال کاهشه، چون دمای دیوار بیشتر دمای هوا، پس میتونیم یه طور شکلی داره. حالا وقتی میاد اینجا باید این شیب چی باشه؟ صرف باشه. پس اینو وقتی رسم کنیم به طور شماتیک این شکل رو داره. دقت کردید؟ خب کسی سوالی داره؟ اگه داره سوالی دارید بفرمایید که من بعد ادامه بدم. یکیتون جواب بدید آره یا نه. اوکی سوالی ندارید. متوجه نشدم دوباره سوال یه بار دیگه بگید. سوال نفر آخری که گفت. خب سوالی ندارید. اوکی. اوکی سوالی ندارید. خب حالا سوال پس سوال اول اینه که عموماً از شما میخواد توزیع دما رو حساب کنیم، چون با توزیع دما همه چی مشخص میشه. پس اول توزیع دما رو، پس این توزیع دما در داخل این میل است از لبه چسبیده به دیوار تا انتهاش. حالت فرض دوم عموماً گفته میشه که کیو چقدره، یعنی این فین که حالا چسبوندیم به این دیوار چقدر حرارت رو به بیرون منتقل میکنه. خب من میگم که این حرارت فین رو اگه برگردم به یا تو همین شکل، این میله بود دیگه، اینم به دیوار چسبیده بود. خب این حرارت برابر کل حرارتی که از اینجا وارد میشه باید از این سطح بره بیرون، از سطح جانبی. اینجا هم که عایق، ولی اگه عایق نبود از اینجا باید میرفت بیرون، ولی فعلا اینجا عایقه. پس این حرارتی که میاد یا میتونید در این مقطع حسابش کنید، چون کل هر حرارتی اینجا وارد میشه همون حرارتی که میره بیرون دیگه. پس هر دو راه برای شما امکان داره، هم اینو در اینجا حساب کنید هم در اینجا. درست مثل یه آبیه که وارد یه لوله شده و این لوله هم در اینجا سوراخ، میزان آبی که وارد لوله میشه همون مقداری که از این سوراخ‌ها خارج میشه. پس هر دو راهش امکان داره، یا این حرارت این سوراخ ها رو با هم جمع کنید، یا حرارتی که از یا آبی که از این سیال وارد این لوله شده حساب کنید. در هر دو یکی. حرارت هم مثل همینه، حرارتی که وارد شده از این صفحه
به این میله در این مقطع همون حرارتی که از سطح جانبی میله به بیرون منتقل میشه. خب اولی راحت تره، پس مقدار حرارتی که وارد این میله میشه در ابتدا میشه من های کا آ روند تی به روند ایکس در ایکس مساوی با صفر. ولی تا به خب تیمون هم چی بود؟ تتامون هم از تی من های تی انفینیتی بود. پس بنابراین راحت یه مشتق میگیریم دیگه. پس مساوی میشه با من های کا آ. از این مشتق که بگیریم میگه مشتقی میشه. پس میشه در پرانتز سی یک ام کوسینوس هیپربولیک ام ایکس. این هم میشه چی؟ به علاویه تتا زیرو که سی یک البته قبلا حساب کردیم دیگه، حالا چون به طور فعلا مقدارش رو مشخص نیست من همینطور سی یک نوشتم. تتا زیرو ام سینوس هیپربولیک ام ایکس در کجا؟ ایکس مساوی با صفر. خب سینوس ام در صفر صفره، این هم که میشه یک. پس مساوی میشه با من های کا آ سی یک ام، چون ایکس صفره کوسینوس هیپربولیک صفر یکه، پس میشه کا آ سی یک ام. بیم سی یک هم که از قبل دیدید مسیر حل چجوریه، پس این میشه کل حرارتی که اومده بیرون. در حالی که اگر این میله رو وصله میکردید اینطوری بود دیگه. تصویر از این تصویر رو ببینید، ویو، اگه این میله نبود و اینم صفحه بود حرارت فقط از این بخش از صفحه به بیرون منتقل میشد. جای اون میله دیگه، میله اگه نبود حرارتی که منتقل میشد از این صفحه همون بنده چقدر بود؟ میشد من میشد در واقع h ضرب در این سطح مقطع که میشه پی چهارم دی دو در تی من های تی انفینیتی. خب میبینید که این سطح خیلی خیلی کوچکتر از این سطحه، پس متوجه میشیم که این فین باعث شده که حرارت زیادی رو به بیرون چکار کنه؟ منتقل کنه. ببخشید استاد. بفرما استاد. ببخشید تو اون شکل بالا سمت راست که کشیدین ببینید اون حرارتی که وارد میشه تا اونجایی که در واقع از ته جسم، حالا از آخر جسم خارج میشه، خب من قبول دارم برابره، ولی اون فلشایی که بالا و پایین بالا و پایین کشیدید مگه به طول بستگی نداره اون گرمایی که میاد؟ یعنی کل گرمایی که میاد اونجا قاعدتا دیگه بخشش باید چیز بشه دیگه، درسته؟ من همینه گفتم، گفتم حرارتی که از این دیوار، این دیواره خب وارد این میشه، این حرارت که من الان حساب کردم برابر همون حرارتی که از سطح جانب این میله میزنه بیرون. گفتم هر دو رو یا اینو حساب کنید یا اونو، ولی این اولی راحت تره. حرارتی که از این صفحه وارد این میله میشه همون حرارتی که از این سطح میله میره بیرون. یکی هر کدوم از اینا رو میتونید حساب کنید. متوجه شدی؟ بله. سوالت همین بود؟ بله بله مرسی. متوجه شدی یا نه؟ استاد فقط نها کنید از وسط جسم الان خب یه مایه بس. حرارتی رو از بس. طرف دیوار به جسم وارد میشه، درسته؟ همین آره دقیقا همین چیزی که الان فلش کشید اینه دیگه، درسته؟ خب استاد خب نها کنید مثلا من میگم اگه شما یه نقطه رو به نزدیک دیوار در نظر بگیرید تا اونجایی که به وسط جسم هست به نظرم وسط دیوار وسط جسم یعنی وسط دیوار یا خود میله؟ نه خود میله. خب یعنی چی؟ کاری من با اون ندارم. من میگم هر حرارتی که کل حرارتی که اومده تو این حرارت برابر با حرارتی که بعد این میله گرم میشه و وسط جانبیش میره تو هوا. آها نه کل میله گرم میشه. بله کلش. بله بله. نه کلش دیگه، من فلشا رو جاهای مختلف زدم دیگه. اگه اون کارو می‌خواستید بگید بعد چیکار می‌کردید؟ چون دما تغییر میکنه یه تیکش رو در نظر میگرفتید اول. خب چقدر میشد این؟ پی ضرب در اچ ضرب در دی ایکس اگه طولش در تی من های تی انفینیتی. حالا این انتگرال بگیرید از صفر تا ال. هم درست متوجه شما هست؟ پس این مقدار برابر با هم مقداره. خب اون میخواد این بعد این رابطه رو بذاریم تو اینجا
بعد انتگرال بگیریم خواهی که راحت‌تر از قبلی استفاده کنیم. درست شد؟ درست من. بله بله. خب بقیه سوالی ندارن؟ خب. خان بیاره پیدف روی نمیشه مگه؟ چرا؟ این باید یه بار قد اینو ببرم دیم دوباره اینو برس کنیم این پیدف دست دارم. خب خب ادامه میدیم. پس بنابراین این فین حالا هر شکلی باشه فرق میکنه. حالا این میله است، به جای میله که مقطعش دایره است فرض کن یک میله بود که مقطعش مربع مستطیل بود، فرق میکنه. یا میتونست این فین مقطعش تغییر بکنه مثلا به این فرم. (3.6) heat transfer from extended surfaces 151 find 1 temperature distribution and rate of heat loss when rod is fabricated from copper and aluminum alloy or stainless steel. 2. How long rods must be to assume infinite length. Schematic, T infinity equals 20. دکتر رو این کلیک کنید روی. رو اون کلیک کردم. خب فرض کنیم حالا مقطعمون مثلا به این فرم بود. فینی که داشتیم به جایی که به صورت یه میله بود، حالا ممکن بود مثلا سطح مقطعش هم تغییر کنه فرض کن به این فرم، به صورت مثلا یه مخروط، فرق نمی کرد. همون کار رو می تونستیم انجام بدیم. باز یه المان می گرفتید، حرارتی که وارد یه المان می شد و حرارتی که خارج می شد. ما حالا اینو بنویسم ببینیم چقدر فرق می کنه. فرض کن به صورت حالا به همین شکله، یعنی به صورت جهت باز x محور x هاست ها، اینم خود صفحه است، بعد دماش همون مثل قبل تی زیرو، فینم به جایی که مثلا میره حتی میتونه انقدر کم بشه تا به هم برسه، فرق نمیکنه. باز یه المانی میگرفتید، حرارتی که وارد میشد کیو ایکس مساوی با حرارتی که خارج میشد، این در مقطع x، این در مقطع x و علاوه دلتا x. پس حرارتی خارج میشد میشد q در x و علاوه دلتا x و علاوه حرارتی که از این سطح خارج میشد. چون سطح این طول دلتا x خیلی خیلی کوچیکه، پس این تقریبا برابر میشه با یه استوانه دیگه ها. استوانه محیطش رو پی بگیرم، طولش هم که بود دلتا ایکس، این میشه سطح جانبی این استوانه، المان استوانه خیلی کوچیک در ضریب انتقال رد در تی منهای تی انفینیتی، مثل قبل. پس تا الان مثل قبل. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که پس فرقش با فرمول بالای چیه. اجازه بدید ادامه بدیم، در وسط را معلوم میشه. دوباره اینو من به سمت راست میارم، طرفین رو به دلتا ایکس تقسیم میکنم، پس میشه روند به روند x، به جای q هم میذارم منهای k a روند t به روند x، به علاوه h p h infinity تقسیم بر دلتا x در t منهای t infinity. پس تا الان مثل قبله، فرق نکرد. ولی اگه نگاه کنید یه فرقی داره. حالا قبلا a ثابت بود، ولی حالا اینجا چیه؟ آ تابعی از ایکسه. پس ما باید این منحنی رو، این سطح منحنی ببینیم چیه. پس فرض کن مثلا این سطح به صورت تابعی ایکس باید داشته باشه. مثلا اگه مخروط بود خب تابعی ایکس بود دیگه، آ یه تابعی ایکس بود.
یا اگه بالاخره این تابه رو باید معلوم باشه، ببینید این سطح تابیتش باید چه جوریه. حالا تو اینجا قرار دیگه نمیتونه بیاد بیرون، چرا؟ چون جلوش مشتق x داره. پس فرقش تو اینجا ظاهر شده. پس مادام که سطح مقطع تغییر کنه مثل این شکل یا هر شکلی مشابه این، آ سطح مقطع دیگه ثابت نیست و نمیتونه، تر قبلا در میل بالایی تمام این سطح مقطع ثابت بود، ولی حالا سطح مقطع در اینجا انقدره، در اینجا صفره، در اینجا بیشترینه. بس میبینید تغییر میکنه تابعی x و تا تابش رو ندونید این مسئله نمیشه حل بشه دیگه. و تابش رو بدونید، مثلا فرض کن بگیم که آ مساویست با آ x به علاوه b به صورت مخروط ناقص یا مخروط باشه، یه طور شکلی داره اینجا قرار میدی، ولی حالا این سطحش مثلا به صورت لوگاریتمی یا نمایی داره تغییر میکنه، اون تابش رو باید بدون اینجا بذاریم و مسیر رو دیگه مثل قبل حل میکنیم. دقت کردی؟ خب اگر این مخروط باشه مثل این باشه اینجا قرار بدید، این تابع دیگه معادله بسل میشه. پس بسل وقتی میشه که این آ به این فرم تغییر بکنه، یعنی به صورت مخروط باشه. حالا هر شکل دیگری که باشه آب میتونه، حالا تو اینجا مثلا اگر مخروط باشه توانش یک ایکس، ولی اگر شکل دیگه باشه ممکنه توانش چیزای دیگه باشه. اینجا قرار بدیم این مسئله رو حل کنیم که بعضی موقع دیگه ممکنه جواب تحلیلی نداشته باشه، باید به صورت عددی حل کنیم. چرا؟ چون هر معادله ODE رو ما نمیتونیم حل کنیم. ما حالا بیشتر ODE ها رو حل میکنیم. یه اسمی دیگه اون معادله که داشت یادم رفت به شما بگم، توی معادله که من نوشته بودم اینا رو بیشتر میگم که شما آشنا بشید که تو موقع حل تا اینا رو تشخیص ندید نمیتونید خوب حل کنید. اینطوری بود دیگه معادلمون، HP تقسیم بر KA در T منهای T انفینیتی مساوی با این معادله رو حل کردیم. خب اگر دقت کنید یه اسمی دیگه اضافه بر اون اسامی که داشت، ODE بود، لینیر بود، نان هوموجن بود، درجه دوم بود، یه اسم دیگه هم باید بهش اضافه کنیم. چیه؟ ضرایب ثابت داره. هر جای تی رو نگاه کنی ضریب ثابته، ضریبش یک، ضریب تی نگاه کنی ثابت. در حالی که اینجا اگر نگاه کنید این آ تابع ثابت نیست دیگه، کنار تی که نشسته آ دیگه ثابت نیست اگر شکلمون اینطوری باشه. پس بهش میگیم چی؟ همون معادلات با همون اسم داره، حالا میگیم با ضرایب متغیر. پس این اسم هم باید بهش اضافه کنیم به اسامی قبلی. اینجا اسمی که اضافه میکنیم با ضرایب ثابته، اگه این باشه همون چهار اسم قبلیه به علاوه با ضرایب متغیر. حالا اینو داشتم میگفتم، هر معادله ODE رو که شما که نمیتونید حل کنید، اونها رو بیشتر میتونید حل کنید که ضرایب ثابت باشه. یکی دو تا هم میتونید حل کنید که ضرایبش غیر ثابت باشه، مثل بسل باشه، نمیدونم چی برنولی باشه و غیره. اینا انگشت شمارن که ضرایب متغیره و شما حل تحلیلی دارید، ولی اکثریتش رو دیگه نمیتونید حل کنید، باید از سری ها استفاده کنید. البته مسئله ما به اونجا ها نمیرسه، ولی برای آشنایی شما ما دارم اینا رو میگم. خب اینجا نوشی آقای آرمان میران گفته یه دلتا ایکس تو مخرج اشپی اضافه نیست. آها چرا؟ این کاهایه، درست میگی، راست میگی، به جایه. درست میگی، این کاهایه، کاه دلتای صورت بوده که به دلتای مخرج رفته، که البته کاشو هنوز ما تقسیم نکردم اینجا و این فعلا به تقسیم نکردیم، پس فعلا اینو نمیخواد. 3.6 heat transfer from extended surfaces 151 find one temperature distribution and rate of heat loss when rod is fabricated from copper an aluminum alloy or stainless steel. Two, how long rods must...
الان میخواد بنویسید اینجا؟ بله میخواستم پاک کنم از پاکش پاکش کو؟ هم پاک کن کنار قلم بید سومی کنار زهره آه داشت بله خب اینجا اینو نمیخواد دیگه نمی کنم اوکی الان نمیخواد چون تقسیم نکردیم ولی قبلا الان میتونی به کار تقسیم کنی چون کار میتونه بیاد بیرون به دما بستگی ولی آرو چون شکل موتوریه نمیتونه بیاد بیرون تا موقعی که آش معلوم باشه چجوری خب ادامه بدم به مسئله بعدی خب این شکلیه که حالا تو همین مسئله برای مواد مختلفه الان برای سه جسم مختلفه خب درس تا ساعت تا همین یک دیگه تا ساعت یک حالا من الان تموم میکنم یه دو چند دقیقه حالا یه دو دقیقه دیگه تموم میکنم خب این شکلش مثل شکلهای قبلیه برای مواد مختلفه که حالا مس باشه فلان آلومینیوم باشه یا استینستیل باشه به خاطر کانداکتیویتی شکلهاش مختلفه اگه نه روش همون خب من همینجا تموم میکنم ولی قبل از اینکه تموم کنم یه تعدادی مسئله رو لطفاً یادداشت کنید این از ورژن 8 ورژن 8 مسائلی که حل کنید برای هفته آینده به خانم مهندس نظام آبادی بهش تحویل بدید 323 368 392 399 313 322 و 334 اون سوالی هم که آقای پرسیده بود راجع به مدارهای الکتریکی متاسفانه الان وقت نشد اول جلسه آینده لطف کنید و بگید قبل از اینکه من شروع کنم بگید که من اونو اول بگم براتون چطوری مقاومت‌های الکتریکی رو رسم می‌کنیم خب یه بار دیگه میگم شماره مسائل رو 323 368 392 399 313 322 و 334 لطف کنید هفته آینده یک شنبه تحویل خانم مهندس بدید بعد این مسائل رو من خودم اینجا حل میکنم شما اینا حل کردید ایراداتون رو یادداشت کنید حتما اول جلسه بپرسید به علاوه اینکه چطوری مدار الکتریکی رو من اول جلسه آینده بپرسم براتون توضیح بدم خب مرزی دیگه ندارم اگه سوالی ندارید بفرمایید سه 92 و 99 هر دو هم 92 هم 99 سه شنبه تحویل بدید اشکال نداره سه به جای یک شنبه آینده سه شنبه تحویل بدید به خانم مهندس خب ویدیو رو تموم شد کنم آره این ویدیو رو من استاپ کنم